آسانخانه مکانی به حساب می رود که در آن یادگاری های تاریخی، اسباب و انجام، استخوان فیل، کندکاری و عموماً یادگاری های تاریخی به نمایش گذاشته می شود. و یادگاری های تاریخی گفته آن یادگاری های را می گویند که تاریخ 100 ساله و 1000 ساله ها دارند و همچنین در آسانخانه ها نیست همه آن یادگاری هایی که به نمایش گذاشته شده اند از تاریخ گذشته ما، از فرهنگ گذشته خلق تاجیک معلومات می دهد. بینندگان عزیز، گوشه نوبتی آثارخانه ملی که می خواهیم به شما معلومات دهیم نام گرفته از تخت سنگین. تخت سنگین بازمانده شهری در ساحل راست امودریا، پایانتر از محل همراهشوی دریای پنج و وش در ناحیه قبادیان ولایت ختلان واقع می باشد. تخت سنگین با نامگوی فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است و سال 2015 به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو ثبت شده است. مسکن تخت سنگین به عصرهای 5 تا میلاد و 3 میلادی منصوب است. عزیز، در بخش سیر تاریخ و در گوشه تخت سنگین ما را همراهی میکند کارمند آثارخانه ملی فریدون کنجیف. کمی درباره این گوشه و رسم هایی که در اینجا هستند، همه اون چیزهایی که در اینجا به نمایش گذاشته شدند معلومات میدهید؟ مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از آن مؤسسه هایی میباشد که در اکسپوزیسیای دائم عمل کننده آن دوره های پر افتخار ملت تاجیک انعکاس یافته است. یکی از تالارهای جدیدی که روی کار آمده است این تالار میباشد که به دوره یونان باختر ربط دارد و در این موضع که عین حال ما قرار داریم ایمیتاسیای یادگاری تخت سنگین انعکاس یافته است. تخت سنگین یکی از آن یادگاری هایی میباشد که آن در قسمت جنوبی تاجیکستان در ناحیه قبادیان واقع گردیده است و از دوره های تاریخی اگر نظر به آن نماییم پس آن مربوط به عصر 5 تا میلاد و 2 میلادی می باشد. یعنی یک دوره خیلی مهمی تاریخ ملت تاجیک را آن انعکاس می نماید. بهره سازوار تجلیل نمودن 2500 سالگی این یادگاری که به فهرست جشنواره های یونسکو در سال 2022 و 2023 وارد گردیده است، آثارخانه ملی تصمیم گرفت تا ایمیتاسیای این یادگاری با تاریخ استفاده هنرمندی در تالار کنونی مورد استفاده قرار داده شود و در این ایمیتاسیا هر یک تماشابین امکان دارد تا وابسته به همین دوران تاریخی و حوادث این دوران خیلی مهم برای ملت تاجیک از نزدیک معلومات بیشتر کسب نموده باشد و هر یک تماشابین امکان دارد با دیدن سه تالار و یک از راهروهای این یادگاری در عموم از یادگاری ها و دیگر صحنه های مبارزه نیاگان مردم تاجیک برای آزادی و استقلالیت در این داخل معلومات بیشتر برای خود کسب نموده باشد. تخت سنگین بیانگر ملت کوهن بنیاد می باشد. شهری قدیمه تخت سنگین در موضع یک جویشوی دریای وحش و پنج که امودریای را تشکیل می دهند جایگیر بوده، حدودش به ناحیه های قبادیان راست می آید. در یک از تالارهای ایمیتاسیای یادگاری تخت سنگین در آثارخانه ملی تاجیکستان مبارزه نیاگان مردم تاجیک به مقابل مقدونی ها انعکاس یافته است. زیرا تخت سنگین این یادگاری می باشد که در باختر قدیم واقع گردیده بود و آن البته یک جزء مهم امپراتوری هخامنشی می باشد. امپراتوری هخامنشی که در نتیجه مقابلیت و البته یک حوادث خیلی مهم تاریخی در رابطه با هجوم مقدونی ها مورد شکست قرار گرفته است، اما در قسمت شرق این امپراتوری که باختر و ساخت قرار داشت البته نیاگان مردم تاجیک تا لحظه های آخر خیش مبارزه ها بردند. یکی از شورش هایی که در این قسمت انعکاس یافته است این شورش پراتکی ها می باشد. پراتکی ها این البته یک شورش می باشد که در قسمت شمال باختر به وقوع پیوسته است و آن را دو قهرمان نیاگان مردم تاجیک، یکی با نام کتن دیگری با نام اوستن، راهبری نموده است. کتن که یکی از تیراندازان خیلی مشهور بود با این مهارت خیش دشمن را به حیرت گذاشته بود و این سبب شده است تا اسکندر مقدونی بعداً 2000 سرباز یکچین خود را با سرداری یک از سرلشکران مشهورش کراتر به این منطقه روانه نماید. در نتیجه مبارزه ها که آن چند ماه ادامه یافت، بعداً البته کتان به قتل رسانده شده، اوستان مجروح و به اسیری می افتد. اما در اساس معلومات محقق کانادایی هکل، در اساس دستور بیوسته اسکندر مقدونی اوستان نیز بعداً به قتل رسانیده می شود، اما با استفاده از هنری والای هنرمند سنگوف بهرام در اینجا یک صحنه مبارزه مردمی باختر در مقابل مقدونی ها انعکاس یافته است که بعضی از
اشیاها و لوازمات‌های حربی سربازان و سرلشکران هم جانب مردم محلی و هم دشمنان با طریق برجستگی انعکاس یافته است و این عامل شده است تا تماشابین باز هم به این صحنه بیشتر و خوبتر توجه نموده باشد. اینجا البته صحنه مبارزه فرزندان برومند نیاگان مردم تاجیک برای آزادی و به دست آوردن استقلالیت از دشمن انعکاس یافته است که این البته یک جزء مهم حوادث تاریخی مربوط به تخت سنگین محسوب می‌یابد. شهر تخت سنگین در مقابل دریای آمو با جمهوری اسلامی افغانستان همسایگی دارد. به ادعای محققان نام کوهنورد تخت سنگین نیست. با این نام در سرچشمه نگاره‌های تاریخی ذکر نشده است. هنگام کاوش‌های آرکئولوژی معلوم گشته است که شهرک رورو و ستون‌های بزرگ آن از سنگ‌ها بنا شدند. از این سبب نام این شهر قدیمی را آلیمان تخت سنگین گذاشتند که شبیه با تخت جمشید میباشد. معبد پر از سنگ بودن نه تنها ساخت معماری بلکه همه جزئیات آن تا به امروز پایدار مانده است. این یادگاری در یوجایگی با تخت قباد دورتر واقع است. در داخل ایمیتاسیای یادگاری تخت سنگین که در آثارخانه ملی تاجیکستان ساخته و استفاده داده شده است، البته صحنه های مبارزه های نیاگان مردم تاجیک هم در ساخت و هم در باختر انعکاس یافته است. چگونه به همگان معلوم است، در قسمت شمال تاجیکستان با مقابل مقدونیا این البته سپیتامین مبارزه ها را براه مانده است. یکی از کارنمای هایی که این شخصیت کرده است این مبارزه می باشد که آن با نام جنگ پلیتیمت خیلی مشهور می باشد. این جنگ سال 329 با وقوع پیوسته است، حدود امروزه دریای زرافشان می باشد. در همین جنگ سپیتامین با همراهی 600 نفر و دشمنان یعنی که مقدونی ها از قبیل 3000 پیاده‌گرد و 800 نفر سواره با راهبری سرلشکران مشهور مقدونی با مانند اندرومد، مندم، کران مبارزه را براه ماندند. اما در نتیجه این مقابلت ها سپیتامین توانست با استفاده از تاکتیک جنگی خیش آنها را به شکست دوچار نموده و البته در اینجا پیروز آید. این شکست برای مقدونی ها خیلی دهشتناک بود و محض به همین عامل اسکندر مقدونی به نفرانی که از این جنگ زنده برگشتند تهدید به قتل میکند اگر در همین حالت سیر از شکست سرلشکران و سربازان مقدونی از این جنگ آشکار کرده شود. و در این صحنه که از جانب رستم سنگوف بهرام انعکاس یافته است، صحنه مبارزه و عقب نشینی مقدونی ها بر اعلی مشاهده کرده می شود که آنها دریا را باز هم یعنی که عبور کرده با قفا برگشته ایستادند. اما سپیتامین با استفاده از رنگ های بلند در قسمت مرکز انعکاس یافته است. اینجا یک صحنه مبارزه فرزند نیاگان مردم تاجیک قهرمان سپیتامین انعکاس یافته است که برای به دست آوردن استقلالیت و حفظ سرحد و مرز و بوم دولت خیش تا لحظه آخرین به مقابل دشمن جان ساری ها نموده است. هدف از انعکاس نمودن این صحنه مبارزه این البته تربیت نمودن نسل نوراست و جوانان در روحیه وطن دوستی و سهم نظرست گذاشتن در حفظ و مرز و بوم خیش و البته شناخت نیاگان مردم خیش می باشد. مسکن تخت سنگین بیشتر همچون خزینه امودریای جواهرات اوکس عبارت از کلکسیای جواهرات و تنگه های تیلا و نقرگین معلوم است که سال 1877 از جانب تاجران بخارای در ناحیه قبادیان خریداری شده است. در آثارخانه ملی نمونه های چند از یادگاری های تخت سنگین در نمایش گذاشته شده است که هر کدام به خود سرگذشت خاصی دارد و این یکی از یادگاری های خلق تاجیک به شمار می رود و هر یکی ما را نیز می باید همه این یادگاری ها را حس نماییم و برای باز هم شناسای آن در جهانیان سعی و تلاش نماییم. بینندگان عزیز، عادتاً ما در بخش های سیر تاریخ به شما معلومات می دهیم دایر به یادگاری های تاریخی و اینجا باشد بخش سیر تاریخ به پایان می رسد و دایر به دیگر یادگاری های تاریخی ما در بخش های دیگر به شما معلومات خواهیم گفت. پس بینندگان عزیز، با ما بودن را فراموش نسازید.